مدل بعدی جور گرهدار هست. ببینید اینم دوباره نخمو رد کردم از پشت کار میام تو ردیف خودش. دیگه اینجا باید دسته بندی رو شما یاد گرفته باشین. من بهتون میگم مثلا دوتایی دسته بندی کنی یعنی چی؟ یعنی از همین ابتدا که اومدم اینجا نخو آروم بکشین چون گره که نزدیم، از پشت اینا رد کردیم، اینو خیلی محکم بکشید میاد بیرون. خب وقتی میگم دوتایی یعنی دوتا تار رو بر میدارید. این ببینید دستبندی دیگه دوختش همه جا همینه، فقط دستبندیاش فرق میکنه. مثلا دوتا سه تا دوتا بر میداریم اینو میکشین دوباره تو ردیف خودش، دو تا دونه میان پایین، بیشتر از دو تا هم گفتم به هیچ عنوان نمیان. پس اینو هر دو طرف رو دسته بندی دو تایی میکنین. حالا این دیگه مثل این نیست برعکس باشه، یعنی شما همینجا دو تا دو تا رفتی آخرش هم شاید اصلا یه دونه موند. خب ردیف بعدی که بر میگردی همون یه دونه تو ردیف خودشو میگیری دوباره دوتا دوتا. یعنی ببین اینجوری باید هی خودشونو دوباره از این ورم دسته بندی کنین، مخالفش نمیریم که زیگزگی بشه. همین دوتا که خودش دسته بندی شده از اون ورم همون دوتا رو میگیریم، اینجوری خیلی هم راحته دیگه، خوش دسته بندی شده یه لازم نیست بشماریمش. پس دوتا ببینید میگم نخاتونم بلندتر بردارین چون دیگه بخواد وسط کار تموم شه یه مکافاتیه دیگه. تو اینجا نه الان، ولی این دوختی که وسطش میگم اینجا نه خیلی هم سخت نیمه. خب یه ذره اون تمیز بودن کارمونو تحت تاثیر قرار میده اگه بخوایم نخمونو هی عوض کنیم. پس اینو هر دو ردیفو دستبندی دوتایی انجام میدم، میام بقیهش رو بهتون میگم. خب اینجا رو ببینید بچه ها، پس دوتایی من اینا دستبندی کردم، ردیف دیگه هم موازی خودش ببینید تو یه ردیف هم مثل اینا زیگزاگی نشدن تو ردیف خودشون. خب حالا اینجا رو دوختم رفتم سوزنم یعنی بردم داخل، از پشت این نخا رفتم بالا، این طرف رو از این ور دوختم. اینجا ببینید باز یه دونه مون مال من، از این ورم همون یه دونه، دوباره دوتا دوتا رفتم تا آخر، سوزنم رو بردم توی پارچه و از اینا خوش اینا از پشت کار رد کردم به وسطش رسیدم. یعنی تا وسطش رد کنین سوزنتونو که میارین وسط رو در نظر بگیرین، تا وسطش بیاین درش بیارین. خب نخ من باید این وسط باشه، این وسط. خب حالا اینجا رو دقت کنید، شبیه گره مرجانه. خب تو دوختای پایتون داشتین، ببینید بذارید اینو درست کنم نخمو. ببین جورو اینوری میگیرم تو دستم، خب اینوری نه عمودی. خب نخمو اینجوری حلقه میکنم به سمت بالا، خب اینجوری حلقه تشکیل شد دیگه. از پشت این حلقه ببین من توی حلقه نیستم، از پشت این حلقه سوزنم میبرم، سه تا از این دسته ها رو میگیرم و از توی این زنجیره از توی این حلقه میام بیرون. ببینید نخمو حلقه کردم اینجا، از پشت حلقه توش نه سوزنم میبرم، سه تا دسته رو میگیرم، حالا از توی این حلقه میام بیرون و اینو محکم میکشم. دوباره همین نخمو حلقه میکنم، از پشت این حلقه ببینید از پشت این نخه میرم، سه تا از این دسته ها، سه تا دونه نه سه تا دسته دوتایی که میشه شیشتا
میگیرم، پرزش اینجا داره اذیت میکنه. این ستا رو میگیرم و از توی این حلقه، یعنی اینو، این نخر رو میندازم زیر سوزن، میکشمش بیرون. اینجا یه تار گرفتم و یه دونه دیگه است. سب کنید، این تار اینجوری داریم بچی کنید، اشکال نداره. اینو میکشم، ببینید حالته یه گره میفته، اینا رو ستا ستا جمع میکنه، حالت پاپیون میشه. حالا شما میتونید دستهاتون رو بیشتر هم بگیرین، میتونین فردش خوشگل تره، مثلا میتونین پنجتایی بگیرین، یا الان با یه نخ مختلف، یعنی نخ مخالف. مثلا کارتون همین تم رنگیه ها، یه تم رنگیه مثلا رنگی که بهش بیاد، ما نمون حالت کرمه مثلا و بهش درشکی میاد. خب مثلا چون این پاپیون رو فقط با اون برم. خب پس ببینید از پشت، از پشت این نخه سوزنم رو میبرم زیر، سه تا دسته رو میگیرم، این نخه رو میکشم به زیر سوزنم، حالا اینو میکشم. ببینید اینجا یه تارا میمونه، اینا رو قیچی کنید. ببینید الان ببینم بعد تو دوربین چقدیه، این ما رو اذیت میکنه. ببینید اینا اینقدر، اینا رو قیچی کنید بره درست شد. حالا این وسط میتونید یه مروارید هم بندازید، خیلی خوشگل میشه، وسط کارت مروارید هم میفته. از پشت این دسته میرم ستارو میگیرم دیگه. بچه سعی کنید اینجا گرهاتون همون وسط بزنید، خب یعنی مایلش نکنین به یه سمت که کج بشه. سر اینجا نخه کشیده نشده، خوبه، وسط بیشتر دوست دارم کشمش. خب درست، دوباره همین تا انتها دیگه. حالا من میرم چند تا دیگه بیشتر نمونده، ولی آخرش هم باز اگه دستبندی موسیقی نشد اشکالی نداره. میدونید گرهتون رو همینجور هدایت کنید به مرکز، اصلا پایین تر نیفته. خب اینجا هم الان اون چیکارش کنیم، یک دو سه تاست، این سه تا رو میگیرم، اون یه ذره با هم میگیرم، خیلی یهو بینشون باز میمونه. این از این، این سه تا هم با هم گرفتم، سه تا تاره. خب حالا اینجا رو همینجا میبرم. ببینید از روی دندون موشی نرید، چون که ما اینجا بسید این یه ذره گرهش رو سفت‌تر کنم. از رو دندون موشی نرید پایین، ببینید ما اینجا از روش نیومدیم که از زیرش اومدیم. اینو ببرین تو، ببرین تو اینا. از همینجا نختون رو رد کنیم، من چون این گوشش کارگاهه از همش رد نکردم، بعد درستش میکنم. از اینجا همش رو رد کنید، برید بالا قیچیش کنید. این از جوره گره دار،